من برای هر لقمه ای که میخورم کار میکنم، حتی برای هر نفسی که میکشم. زندگی من چه تعارفی داره؟ چرا نباید بلند بخندم یا مسخره‌ای کنم؟ یه چیز دیگه، من حتی بلدم بلند داد بزنم. این زخم‌ها بسته شدنی نیست، میشنوی؟ کهنه است ولی مرهم ناشدنی. شما را که درفش سپید بود این بود داوری، تا رای درفش سیاه آنان چه باشد. To present for the degree of Doctor of Letters, honoris causa, Professor Bahram Beyzaee. Bahram Beyzaee, a man who had fight in front of each limitation. A master that every character he created can be alive through the history and forevermore. This Iranian playwright, theater director, screenwriter, film editor, and master of Persian letters, arts, and Iranian studies is an 82 years old man who wrote and lived among the worlds since he was a teenager. بسیاری از مزامین آثارش به تجربه‌های نوجوانی و جوانیش برمی‌گردد. تنهایی، غریبگی، مورد اتهام قرار گرفتن و اغلب اثبات خود به کمک نیروی خلاق و تولید، کاری که او همه عمر به آن مشغول بوده است. His background can be filled in Persian literature, theater and studies, and now he is a part of Iran history. شخصیت‌های بسیاری از آثارش انعکاسی است از شخصیت و تجربه‌های شخصی خود او، رویاها و آرزوهایش، ترس‌ها و کابوس‌هایش. He is known as the most intellectual and conspicuous author in Iranian cinema and theater. من هزار سال بعد از مرگم هم فکر نمی‌کنم از ما گذشته. اصلا یعنی چه؟ چرا تا هستیم از ما گذشته و آنها که قرن‌های قرن است ازشون گذشته بدین فروتنی و خاکساری یک طرفه ما هر روز پروارترند؟ The main theme of his works is the history and curses of identity, which is related to Iranian culture and mythical symbols and paradigms. چون شاهنامه رو بخونید خیلی، نه اینکه به شما نمیگم، اصولا به جهانیان، به ایرانیان لااقل میگم، برای اینکه به نظرم بزرگترین کتاب سیاسی که توی این مملکت نوشته شده. اون نشون میده چه جوری هر بار یک کسانی میان یه وعده میدن برای بهبود جهان، عدالت چی چی چی، رو نور روشنایی فلان، و کم کم این قدرت فاسد میشه، تبدیل میشه به چه گندی، و این تکرار میشه، تکرار میشه، تکرار میشه، تکرار میشه، و تا الان اکنون و امروز هم تکرار شده و داره میشه به هر اسمی، به اسم پادشاهی، به اسم جمهوریت، به اسم دین، هر دینی، هر شکلی از دین اینجا فاسد شده و نابود شده. میشه خوندونو، اونجا میشه دیدونو. ولی در زیر این استبداد یک زندگی دوم وجود داره. استبداد نمیتونه همه ما رو برای همیشه سرکوب یا نابود یا خفه کنه. در زیرش مردم زندگی خودشون رو میکنن، و این زندگی، این هدایت میشه توسط زنان. He is considered as Iran's most permanent screenwriter in terms of dramatic integrity of his works, many of which have been made into films and plays.